رنو الان توی بحث خودروهای برقی با سه تا مدل مختلفی که حالا شما اینجا مشاهده میکنید قراره که در سالهای آینده با توجه به اینکه کشور ما بتونه زیرساختهای خودروهای برقی رو فراهم کنه بتونه از این آلایندگی هایی که وجود داره کم کنه. قیمت‌های خیلی بالا، کیفیت‌های پایین متأسفانه. عرض کنم به خدمتتون که شما حق انتخابایی که دارید خیلی کمه. وقتی هم که انتخابی می‌کنید مجبورین که با سازنده در واقع یه جوری کنار بیاین با هر شرایطی. در واقع دست سازنده است که بازه، برعکس همه جای دنیا که خریداره که در واقع میتونه حرف اولو بزنه. توی مملکت ما این سازنده است که داره در واقع با گلدوری میشه گفت کارشو پیش میبره. خیلی درهای خوبی به سمت ایران باز شد، شرکت ها خیلی راحتتر اومدن سمت ایران و به خصوص در مورد دو تا برندی که ما داریم باشون کار میکنیم اینو خیلی بهتر داریم لمسش میکنیم. اون اعتباری که برای ما در نظر میگیرن، افزایش سطح مراودات، حضورشون تو ایران، آموزش هایی که برای پرسنل ما دارن تو بخش فنی، ارسال راحتتر محموله ها برای ما تو ایران، اینا همه چیزایی بود که ما بعد از برجام داریم میبینیم و یه سری حالا جای پیشرفت داره، مثل بحث بانکی که هنوز به اون سطحی که قبل از تحریم ما باشه هنوز نرسیدیم. اعتبارات اسنادی هنوز بوده تا اونجا برسیم. ما با خودروسازهای امریکایی تماس نداریم و اونا هم ندارن و بعید هم هست که با شرایط فعلی این همکاری بشه آغاز کرد. خوشبختانه به اندازه کافی خودروساز در دنیا وجود داره، از شرقش گرفته تا اروپا، و ما با اونها همکاری داریم، هم همکاری با شرکت‌های ژاپنی، کره‌ای اخیراً شروع شده برای ساخت داخل و همچنین عرض کنم شرکت‌های اروپایی.